تعریف توابع مغر و مؤدب رو گفتیم در جلسه قبل، تعریف با استفاده از به اصطلاح ترکیبات مؤدب، یه همچین عبارتی رو میگن ترکیب مؤدب X و Y، که از نظر هندسی دیدیم همون پاره خط بین X و Y بود، و مجموعه های مغر رو، مجموعه های مؤدب رو گفتیم. و بعد یه ویژگی مهمی که گفتیم این بود که مغر بودن توابع معادل هست با مغر بودن تهدیدشون به پاره خط ها. و به سمت این حرکت کردیم که یک محک مشتقی و مشتق دومی برای تقعر و تهدب تابعه ارائه کنیم، که این کار رو برای توابع یه متغیره انجام دادیم، یعنی در واقع یادآوری کردیم، اثباتش هم کردیم، و حالا میخوایم اون رو ببریم به فضای توابع چند متغیره. من فقط یادآوری کنم که ما درس پیش در مورد توابع یه متغیره چی گفتیم. در واقع ما گفتیم که اینجا F الان یه تابعی هست از مثلا حالا بگیم R به R، یا یه بازه ای به R، I به R، که I زیر مجموعه R باز است. خب در واقع گفتیم که اینا معادلن با مغر بودن. یکی این بود که F مغر است اگر و تنها اگر بر حسب شیب های این پاره خط های روی نمودار توضیح می دادیم. می گفتیم اگر 3 تا نقطه بگیریم X و Y و Z، این شیب ها ترتیبشون باید به این صورت باشه که در واقع هر X کمتر از Y کمتر از Z که بگیریم، شیب در واقع بین Z و Y کمتر مساوی شیب بین Z و X، کمتر مساوی شیب بین Y و X. اگر کلن بشه این مؤدب، همه این مساوی هم برعکس میشه. ولی همونطور گفتم ما همه چیز رو مغرا میگیم، مؤدبش مشابه. خب در واقع حتی یکی از اینا رو اگر ما بیاریم معادله با مغر بودن، یعنی شما مثلا فرض کن اینو پاک کنی، خود همین معادله با مغر بودن. اگه طرف این وسطه می کردیم و زد رو می زشتیم ترکیب مؤدب وای و ایکس، دقیقا می شد. اما ببخشید، ما دفعه قبل البته ایکس و وای و زد و حالا دیگه دفعه این شکلی نوشتیم، دفعه قبل ایکس و زد و وای گرفته بودیم، فرق نمی کنه، یه تغییر متغیره. بعد گفتیم حالا اگر F مشتق پذیر باشه، اون وقت F مغره اگر و تنها اگر. مثلا چیکار میکردیم؟ میومدیم این Y رو به X میل میدادیم و این عبارت میشد مشتق تو نقطه X. بنابراین اینجا میگفتیم F'X بزرگتر مساویه، بعد مثلا با این مقایسهش میکردیم، زدم بذاریم Y بزرگتر مساویه FY منهای FX تقسیم بر Y منهای X. بذار فقط برای این که گیج نشیم، بذار همون مثل دفعه قبل بنویسیم. دفعه قبل اینجوری گرفته بودیم که وای و زد رو عوض کنیم، واین اینم زد. بله اینجا ما زد رو به ایکس میل میدیم، به این میرسه، یعنی داره میگه که این نقطه X بود، این Y بود، این هم Z بود. داره میگه که شیب خط مماس تو نقطه X
این چیه؟ این در واقع بیشتر مساوی از هر پاره خطی که از x به نقطه جلوتر از x وصل بشه. اگه حالا تو همین رابطه یه بار y z رو به x میل بدیم، یه بار z رو به y میل بدیم، بازم یه در واقع حکم معادلی به دست می اومد برای f مشتق پذیر، که اون این بود که در واقع f' نزولی باشه دیگه. و بعد از این یه بار دیگه مشتق می گرفتیم، اگر f دو بار مشتق پذیر می بود آنگاه f مقرر است اگر و تنها اگر f زگوند چی باشه؟ کوچکتر مساوی صفر باشه برای هر x. حالا این چیزی که ثابت کردیم، حالا میخوام ببینیم وقتی بریم تو حالت n متغیره چه اتفاقی میفته. ببینید دو حالت n متغیره دیگه x و y و z اینا چی میشن؟ نقاطی میشن تو فضای n بعدی، یعنی یه سری n تایی میشن. در نتیجه مثلا دیگه این تقسیم ها اینجا معنادار نیست، تقسیم بر یه بردار معنادار نیست، ما باید به صورت ضرب بنویسیم که شاید بشه تعمیمش داد. اتفاقی که میفته اینه که اینو نمیشه تعمیم داد به حالت n متغیره، اینو این ورژن رو ولی میشه. بعد نزولی بودن هم راحت نمیشه تعمیم داد، چون f' هم خودش تابع n متغیر است. نزولی بودنش رو باید تعریف بکنیم که یعنی چی، ولی باز این دال رو میشه تعمیم داد که الان راجع به اینو صحبت میکنیم. اول راجع به تعمیم b صحبت میکنیم، بعد راجع به تعمیم دال. خب اینجا در واقع قید کنیم که این رابطه برای ایکس های کمتر از وای دیگه. خب گام اول اینه که این قید ایکس کمتر از وای رو ما حذف بکنیم. چجوری اینو حذف بکنیم؟ میتونیم این وای منهای ایکس رو بیایم این طرف ضرب کنیم، یعنی بگیم که f y منهای f x بزرگتر مساوی از f پریم x در y منهای x. اون وقت اتفاق خوبی که میفته دیگه لازم نیست بگیم x کمتر از y. حتی اگر x بزرگتر از y باشه، اگر x بزرگتر از y باشه تو همون رابطه قبلی میتونی ببینی نامساوی برعکس میشه، یعنی f پریم x کوچکتر مساوی میشه از این عبارت. و در نتیجه وقتی ضرب در وای منهای ایکس بکنیم دو طرف نامساوی رو، چون وای منهای ایکس منفیه توی این حالت، جهت نامساوی رو برعکس میکنه و در هر دو حالت، یعنی در هر دو حالت چه ایکس کمتر از وای چه ایکس بیشتر از وای، ما به این میرسیم. اولا این از این جهت جالبه و خوبه که قیدی روی ایکس و وای نداره از نظر ترتیب. بله بله کلاس ضرب میشه که اینو کتاب حالا به معنی قضیه آورده اینجا. ببینم فقط ما جهت رو درست نوشتیم. فریم x در y منهای x فکر کنم یه جایی رو برعکس نوشتیم ما. من احتمالاً این رو این برای x های کمتر از y خب ما برعکس نوشتیم یه کتاب به نظر شما. اگر x کمتر از y باشه دیگه این درسته، درست نوشتیم اینجا، اینجا رو من فقط برعکس نوشتم، پس بالایی درسته، مشکلی نداره. x y منهای x رو که ضرب بکنیم این طرفی خواهد f y منهای f x کمتر مساوی f پریم x در y منهای x. پس این برای تابع متغیره به این شکل میتونیم بنویسیم. برای کسی که وقتی به این شکل بنویسیم، چون دیگه تقسیم نداره، میشه حالا اینو تعمیم داد به حالت n متغیره. برای محدبا هم فقط جهت نامساوی برعکس میشه. خب
در واقع به یه معنا این عبارت ها همشون به این معنایی که مثلا خط مماس بر نمودار بالای نمودار باشه، این بیان دیگه ای از مقعر بودن دیگه، خط مماس بر نمودار بالای نموداره. خب یکیتون فکر کنم میکروفونتون بازه، البته اگه نکته میخوایم بگین مشکلی نداره، ولی اگر چیز نیست ببندین که نویز نیاد. خب و اینو وقتی تعمیم میدیم در واقع میشه این قضیه که الان ثابتش میکنیم. در واقع ما وقتی میریم تو حالت n بعدی، یعنی اگه f مون دیگه یه تابعی باشه از یک مجموعه محدب u به r که u زیر مجموعه rn محدب باشه، دامنه تابع مقعر باید مجموعه محدب باشه دیگه. در اون صورت f پریم x دیگه تبدیل به چی میشه؟ تبدیل میشه به ماتریس مشتق با df نشون میدادیم. df x هم یک ماتریس یک در n بود دیگه اگه یادتون باشه. اون وقت این وایمن های x چیه؟ یه بردار n تاییه، یعنی یه ماتریس n دریه که پس این ضرب رو میتونیم انجام بدیم، یعنی df x در وایمن های x معنا داره. و قضیه میگه که این در واقع و این عدد میشه دیگه، این ضرب این ماتریس های عدد میشه. این طرف هم f y من های f x بازی عدده و این عدد کوچکتر مساوی این عدد این معنا داره. و قضیه میگه که این معادل با مقعر بودنه برای توابع متغیره. بنابراین قضیه f اگر اینجوری باشه f مقعره اگر و تنها اگر برای هر x و y توی دامنه u، توی دامنه f در واقع این رابطه رو ما داشته باشیم. دقت کنید که این رابطه طبیعتاً چک کردنش از تعریف خود مقعر بودن کمی ساده تره، چون تو تعریف مقعر بودن یه x داشتیم، یه y داشتیم، یه لاندا هم داشتیم دیگه، بعد باید میگفتیم البته تی میذاشتیم ما، بعد ما میگفتیم اف تی ایکس به علاوه یک منهای تی وای مثلا بزرگتر مساوی تی اف ایکس به علاوه یک منهای تی اف وای. خب این چک کردن از اینجا هست ساده تره که دیگه فقط کافیه برای هر ایکس و وای چک کنیم، اون تی در کار نیست. خب اثبات این رو ببینیم. الان پس دامنه تابه مثلا این مجموع محدب این شکلیه، یو میتونه کل آر ان هم باشه، هیچ مشکلی نداره، فقط باید محدب باشه و دو طرف است دیگه قضیه. بیاید اول این طرف رو ثابت کنیم که اگر اف مقعر باشه این رابطه برقراره. اول این طرف رو ثابت کنیم. همه چیز برمیگرده به اون لمی که جلسه پیش ثابت کردیم که f مقعر اگر و تنها اگر تهدید آن به هر پاره خط مقعر باشد. خب وقتی میگفتیم تهدید به پاره خط یعنی چی؟ یعنی مثلا دو تا نقطه اگر تو دامنه f داشته باشیم مثل x و y، پاره خطی که بین x و y هست و پارامتری می‌کردیم، یه تابع یه متغیره به دست می‌آوردیم، تابع رو این شکلی می‌نوشتیم دیگه. می‌نویسم یه دونه اسمش رو می‌ذاشتیم g x و y، g x و y t. g x و y t چی بود؟ میگفت f نقاط روی این پاره خط، نقطه‌ای که متناظر با t هست. خب یه جوری پارامتری بکنیم برای سادگی که تی مساوی 0 بشه x، تی مساوی 1 بشه y. اگه بخوایم این کار رو بکنیم این شکلی باید بنویسیم، باید بنویسیم تی وای به علاوه 1 منهای تی ایکس. اگه بنویسیم تی ایکس به علاوه 1 منهای تی وای اون وقت تو تی مساوی 1 میشه 0. اینجوری کار کردن باهاش از بعضی جهات راحت تر. ولی برام میدونیم که فرق نداره دیگه، جای x و y فقط عوض کردیم. این تابع متغیره از تی رو در نظر بگیریم، از بازه 0 و 1 به آر هست الان دیگه.
میخوایم بگیم که این یه تابع، در واقع این معادل هست، مقر بودن این معادل هست با مقر بودن f. خب حالا این عبارت داخل رو یه جور دیگه ببین، الان پس شما داریم این طرف رو ثابت میکنیم، فرضمون اینه که f مقرره، حکممون اینه. خب f مقرره پس اینم مقرره، پس این نیز مقرر است طبق لم جلسه قبل. خب حالا میخوایم از این تابعی متغیره مثلا از همون لمی که داشتیم برای مقرر بودن تابعی متغیره استفاده بکنیم دیگه. پس مثلا میتونیم همچین چیزی بگیم، میتونیم بگیم جی ایکس و وای پریم تی، فکر میکنم اگر برای نقطه x و t بنویسیم این کافی باشه. بله gx y پریم t بزرگتر مساوی از در واقع چی به خط بین نقطه t مساوی 0 و t مساوی t، یعنی gx و y اصلا خود نقطه 0 هم کفایت میکنه. بله این شکلی می نویسیم جی ایکس و وای پریم صفر بزرگتر مساوی جی ایکس و وای، این ایکس و وایش خیلی مزاحمه، من دیگه ایکس و وایش رو نمی نویسم، اینو همین می نویسم جی تی. جی تی یه تابع مقرره، پس می تونیم بگیم جی پریم صفر بزرگتر مساوی از جی یک منهای جی صفر تقسیم بر یک منهای صفر. رابطه چیه الان من نوشتم اینو از کجا آوردم؟ این دقیقا همین رابطه که اگه پاک نکرده باشین همینه، همین رابطه است، چون صفر کمتر از یکه، در واقع اگه بخوام از این ورژن استفاده کنیم دیگه یک منهای صفر رو میبریم اون طرف. f رو گذاشتیم g، x رو گذاشتیم صفر، y رو گذاشتیم یک، بنابراین میشه جی یک منهای جی صفر کوچکتر مساویه اینم جی یک منهای جی صفر کوچکتر مساویه از جی پریم صفر در یک منهای صفر، یعنی میشه همون جی پریم صفر دیگه. خب حالا فقط بیایم جی پریم صفر، ببین جی یک که میشه چی؟ جی یک میشه اف وای، چون گفتیم تی مساوی یک متناظر با وای. جی صفر هم که میشه اف ایکس. جی پریم صفر رو قبلا بگیم چی میشه دیگه، جی پریم صفر رو میشه حساب کرد، جی تی وقتی این باشه دقت کنید جی تی رو میشه یه جور خوبی نوشت که اونم مفهوم هندسی ساده ای داره، میشه نوشتش این ایکس رو جدا کنید بعد از اون تیا فاکتور بگیرین ایکس به علاوه تی در وای منهای ایکس. اینجوری هم وقتی به ترکیب محدب x و y نگاه کنیم خیلی خوبه، چون معناش اینه که شما از نقطه x در راستای بردار y منهای x، این بردار y منهای x دیگه، بردار y منهای x در نقطه، از نقطه x در راستای بردار y منهای x t برابر اون بردار حرکت کردیم، مثلا این میشه t برابر بردار y منهای x، از نقطه x اومدین اینجا شده این نقطه. حالا به هر حال این همینه، چیز جدیدی نیست. اینجوری که می نویسیم راحت میشه ازش مشتق گرفت. ما از مشتق زنجیره‌ای میخوایم استفاده کنیم. جی پریم تی ترکیب دو تا تابعه. یه دونه این تابعه که منحنیه، یعنی یه تابع از آر به آر انه. یه دونه هم خود تابع اف که تابع از آر ان به آر. طبق همون فرمول مشتق زنجیره‌ای که داشتیم توی درس، این در واقع میشه مشتق اف تو نقطه x به علاوه t در y منهای x ضرب در مشتق این منحنیه، یعنی مشتقش نسبت به t که میشه ضریبش که y منهای x باشه دیگه، برای میشه ضرب در y منهای x. خب بله این میشه جی پریم t. حالا ما جی پریم 0 رو میخواستیم، t رو بذاریم 0 این حذف میشه، این دقیقا میشه دی اف x در y منهای x. پس به این رابطه رسیدیم که این همون چیزیه که میخواستیم
ثابت کنیم دیگه. بنابراین این رابطه به دست اومد، یه طرف ثابت شد، اون طرفش هم کاملا مشابه الان ثابت میکنیم. ولی اصل مطلب این بود، پس یادمون باشه ما اون رابطه متغیره رو گرفتیم، با پارامتری کردن رو پار خط x y از اون رسیدیم به این حالت n متغیره. حالا بریم اثبات اون طرف. اثبات اون طرف هم باز به همین تابع نیاز داره، فقط فرضمون دیگه تغییر میکنه. الان میخوایم از این به این برسیم، یعنی از این که برای هر x و y این رابطه رو داریم میخوایم نتیجه بگیریم f مقرر. کافی ثابت کنیم g x و y ها مقررن دیگه، طبق لم جلسه قبل کافی است ثابت کنیم این g t مقرر. خب اینو چطور ثابت کنیم؟ از کدوم ورژن استفاده کنیم اینجا؟ میتونیم در واقع فرضمون این دفعه اینه، باید از این استفاده بکنیم دیگه. برای اینکه ثابت کنیم مقرره میتونیم این کارو بکنیم. مثلا شما میتونید یه T1 و T2 روی این پاره خط بگیرید و اون جی پریم رو برای این T1 و T2 بنویسیم، ببینیم چی میشه، بنویسیم ببینیم چی میشه دیگه. خب پس باید اینو ثابت کنیم. فرض کنیم مثلا اینجا T1 باشه، اینجا T2 باشه، باید چی رو ثابت کنیم؟ باید ثابت کنیم جی پریم تی یک در واقع بیشتر مساویه اون وری می نوشتیم، همیشه فرق نداره ولی شب برای اینکه شبیه بالایی باشه. باید ثابت کنیم جی تی دو منهای جی تی یک کمتر مساویه از جی پریم تی یک در تی دو منهای تی یک. اینو باید ثابت کنیم دیگه. خب طبق لمی که برای تابعی متغیر گفتیم، اگه اینو بگیم نتیجه میشه جی مقرره. حالا بیایم اینو بنویسیم. این نقاط متناظر با تی اک و تی دو رو اسم بذاریم. مثلا این نقطه که هست ایکس به علاوه در واقع تی اک در وای منهای ایکس، نقطه رو مثلا بذاریم زد. نقطه تی دو که هست ایکس به علاوه تی یک در وای منهای ایکس، این نقطه زد. این نقطه متناظر با تی دو که میشه ایکس به علاوه تی دو در وای منهای ایکس، مثلا اینو بذاریم نقطه دبلیو. در این صورت این چیه؟ این اف زد، اف دبلیوه، اینم اف زده. خب این چیه؟ اینو ما حساب کردیم دیگه همین الان. جی پریم تی یک این شکلی میشد، میشد دی اف تو نقطه به جای تی بذاریم تی یک که میشه زد، دی اف تو نقطه زد در تی دو منهای تی یک. ببخشید، در تی دو منهای تی یک نمیشد، در واقع میشد در وای منهای ایکس، یه تی دو منهای تی یک هم اینجا یه عدده داره ضرب میشه. پس این در واقع اینجوری بنویسم، کل این اینه، تی دو منهای تی یک هم که نوشتیم. ما بعد پس اینو ثابت کنیم. فقط حالا اینجا این نکته باقی میمونه که W منهای Z رو اگه شما بنویسین با توجه به این دوتا رابطه، X ساده میشه، میشه T2 منهای T1 در Y منهای X. یعنی شما میتونید این رو، این تیکه رو بنویسین W منهای Z،
که اگه این کار رو بکنید این دیگه میشه دی اف زد در این اف دبلیو منهای اف زد، و این دقیقا فرض ماست. الان فقط به جای x و y گذاشتیم w و z، این بود فرضمون دیگه. برای هر x و y این رابطه رو داشتیم، ما گذاشتیم یه w و z خاص. همه این نامساوی ها برگشت پذیره، از این به این میرسیم، از این به این میرسیم و از این هم میرسیم که g مقرره. پس ما از این فرض شروع کردیم و رسیدیم به این که برای هر x و y g x و y مقرره، پس f مقرره. خیلی خب، بازم خیلی نکته ای نداشت، فقط باید درست نوشته بشه این عبارت های جبری، خیلی نکته مفهومی خاصی نداره. محدب بودن دامنه f باز حواسمون باشه خیلی مهمه، به خاطر اینکه وقتی ما پاره خط بین x و y میکشیم، اصلا برای اینکه این f رو این تعریف شده باشه باید که این پاره خط داخل دامنه f باشه دیگه، و همینجاست که محدب بودن دامنه لازم میشه. خب پس الان ما یه محک میشه گفت به نوعی یه جور first order condition تقریبا، چون بر اسم مشتق، محک مشتق اول برای چک کردن محدب بودن داریم. اینجا کتاب کاری که کرده تو این صورت قضیه، این عبارت سمت راست رو بر اسم مشتق جزئی هم نوشته، در واقع اومده این ضرب ماتریسی رو انجام داده دیگه. دی اف ایکس چیه؟ مؤلفه هاش روند اف روند ایکس یک تا روند اف روند ایکس ام. وای من های ایکس هم مؤلفه هاش هست، وای یک من های ایکس یک تا وای ان من های ایکس هم. اینا رو اومده ضرب کرده، بنابراین میتونیم به این شکل هم بنویسیم. و اینکه اگر محدب باشه تابعمون، فقط این نامساوی برعکس میشه، اتفاق خاصی نمیفته. خب این هم اثبات رو رد کنیم. یه نتیجه ساده از این گزاره این چیزیه که اینجا نوشته، میگه که اگر شما یه y داشته باشین که یه x صفر و یه x صفر داشته باشین تو u، و اون وقت برای هر y، آره اون وقت برای هر y اگر این کمتر مساوی صفر باشه، آنگاه f y کمتر مساوی f x صفر. خود این خیلی ساده است و بدیهیه، به خاطر اینکه همین رابطه نگاه بکنین برای تابع مقرر ما اینو ثابت کردیم دیگه. میگه که اگه x صفری داشته باشیم این کمتر مساوی صفر باشه، خب این کمتر مساوی اونه، پس این هم کمتر مساوی صفر میشه، پس f y کمتر مساوی f x صفر میشه. خب ولی یه نتیجه جالب داره این. نتیجه اینه که اگر یه x صفری شما پیدا کنین که این کمتر مساوی صفر باشه، اون وقت اون x صفر ماکسیموم گلوبال f، ماکسیموم سراسری f. حالا راجع به این جلوتر ما صحبت میکنیم تو بخش قبل، فعلا فقط این فرم در واقع تو ذهنتون باشه، همونطور که اصلا به عنوان انگیزه تعاب مقر ما جلسه قبل صحبت کردیم، این ویژگیشون هست که وقتی یه نقطه بحرانی داشته باشن اون ماکسیموم سراسری میشه. یعنی اگه یه نقطه داشته باشه که دی اف ایکس اف صفر باشه، خب این کمتر مساوی صفر میشه، پس برای هر وای اف وای کمتر مساوی اف ایکس صفر، یعنی ایکس صفر میشه ماکسیموم سراسری یا ماکسیموم مطلقه اون تابعه. تو بخش بعدی راجع به این بیشتر صحبت خواهیم کرد. خب اینجا یه مثال هم اومده با استفاده از این محک مشتق اول ارائه کرده، گفته تابع دو متغیره در نظر بگیرین باشه x1 2 بله x2 2، میخوایم بگیم این یه تابع محدبه. خب برای اینکه بگیم محدبه باید چی رو ثابت بکنیم؟ باید بگیم f y منهای f x دفعه بزرگتر مساویه، این برای مقعرها کوچکتر مساوی بود، برای محدبه میشه بزرگتر مساوی، بزرگتر مساوی از این df در نقطه x1 و x2 که میشه مشتق جزئی نسبت به x1، مشتق جزئی نسبت به x2 همین میشه، ضرب داره y منهای x، y منهای x هم که میشه y1 منهای x1 y2 منهای x2، که بعد این ضرب رو انجام داده همچین چیزی شده، بعد همه رو آورده یه طرف یه همچین چیزی شده، بعد این اگه به فرمش نگاه بکنید جمع دو تا مربع کامله، اینو میشه نوشت y1 منهای x1 2 y2 منهای x2 2 که همیشه بزرگتر مساوی صفر هست. خب پس مثلا ما تونستیم محدب بودن این تابع رو
بدون استفاده از حالا ترکیبات محدب x و y و وارد کردن اون t و اینها با استفاده از مشتق ثابت بکنیم. البته این هم هنوز ساده ترین راه برای چک کردن محدب بودن نیست. ساده ترین راه محک مشتق دومه که همین چند لحظه دیگه خواهیم گفت. و بله اینجا هم که اینجا راجبه در واقع آره این هم بد نیست راجبه صحبت کنم. ببینید اینجا داره راجبه در واقع گرادیان تابع مقهر صحبت میکنه. فرض کنید الان دامنه ما مثلا R2 هست، مجموعه تراز F پس میشن یه سری منحنی، مثلا این منحنی ها مجموعه تراز F باشن. گرادیان هم که میدونیم همیشه عمود هست بر مجموعه تراز دیگه، یعنی برای منحنی های تراز عمود میشه. وقتی ما در جهت گرادیان حرکت میکنیم چی میشه؟ مقدار F زیاد میشه. این به نظر شما توی این رابطه مشتق تابع مقهر به ما چی میده؟ اینجا اگر در واقع اینجا اینو ما میتونیم این شکلی بنویسیم دیگه، یادمون بیاد میتونیم بنویسیم به شکل گرادیان F تو نقطه X ضرب داخلی در Y منهای X صفر، Y منهای X دیگه، X صفر شده x. اینجا داریم میگیم که این بزرگتر مساوی f y منهای f x. خب یعنی اگر مثلا این منحنی تراز باشه، اینجا هم نقطه x باشه، گرادیان ضرب داره هر برداری، یعنی هر وایی که در واقع این شکلی بگیم، بیاین خط عمود بر این بردار رو تو نقطه X رسم بکنیم. خب چه وای هایی هستن که وای منهای X ضرب داخلیش در این مثبته؟ این الان گرادیان F دیگه. چه بردارهایی هستن که ضرب داخلیشون در این گرادیان مثبته؟ میشن اونایی که زاویه حاده میسازن با گرادیان دیگه، بردارهایی که این طرف صفحه هستن، اینا ضرب داخلیشون مثبته. در نتیجه وقتی ما این سمت حرکت بکنیم مقدار F زیاد میشه. پس اگر این منحنی آبی که منحنی ترازمون بود، این میاد در واقع یه مجموعه F مثلا Y مساویه یه C رو مشخص میکنه دیگه. برداره که این طرف این مجموعه تراز هستن، این طرف این در واقع خط مماس هستن، این راستاهایی هستن که در این راستاها مقدار F زیاد میشه. در نتیجه این طرف منحنی تراز در واقع میشن نقاطی که Fشون بزرگتر مساوی هست از در واقع اون نقطه X. پس بخوایم جمع بندی کنیم، حالا نمیدونم مثلا کتاب برای چی این نکته رو گفت، ولی به هر حال میتونیم بگیم که مجموعه بخوایم در واقع رو جمع بندی کنیم، اینجوری میتونیم بگیم که گرادیان F به سمت داخل مجموعه در واقع X هایی که F X، اینجوری بگیم y هایی که f x بزرگتر f y بزرگتر مساوی f x. این مجموعه آبی اون نقاطی هست که fشون بزرگتر مساوی f x و گرادیان f تو نقطه x حتما باید به سمت داخل اونها باشه و این خط در واقع قرمز هم خط مماس به اون منحنی تراز تو نقطه x. شاید به این دلیل کتاب گفته که یکم جلوتر راجع به این صحبت میکنیم که خود این مجموعه محدبه. این هم یکی از ویژگی های مهم تابع محدب است.
بله منم حدس میزنم به این دلیل اینو گفته. حالا این موضوع بخش بعدیه، راجع به این صحبت میکنیم. خب حالا میرسیم به محک مشتق دوم. محک مشتق دوم خوبش اینه که چک کردنش این دردسرا رو هم حتی نداره که بخوایم برای هر ایکس و وای بنویسی بعد ثابت کنی یه چیزی بزرگتر مساوی صفر هست و اینها. یادمون بیاد برای توابع یه متغیره چک کردن مقرر بودن خیلی ساده بود دیگه، باید اف زگوند ایکس برای هر ایکس اف زگوند ایکس کوچیک‌تر مساوی صفر می بود، مشتق دوم باید تو همه نقاط کوچیک‌تر مساوی صفر می بود. حالا میخوام اینو تعمیم بدیم به حالت ان متغیره، میشه حد زد چی میشه دیگه؟ کوچیک‌تر مساوی شدن در واقع اف زگوند تو حالت ان متغیره میشه ماتریس هسیان، کوچیک‌تر مساوی صفر بودن هم باید طبیعتاً بشه منفی معین بودن دیگه، البته چون کوچیک‌تر مساوی گفتیم میتونه بشه منفی نیمه معین بودن، بنابراین این قضیه رو خواهیم داشت که F مقرره اگر و تنها اگر این منفی نیمه معین باشه برای هر ایکسی توی دامنه U. اینجا فقط فرضمون اینه که F دوبار مشتق پذیر هست، F تابع C2. بذار اینجا بنویسیم از یه F تابعی در واقع دامنش هم بنویسیم F از U به R تابعی C2 است، اون وقت مقرر F اگر تنها اگر D2Fx منفی نیمه معین باشه. این خوبیش اینه که ما اینو راحت میتونیم چک کنیم D2Fx رو برای چک کردن منفی نیمه معین، تو فصلهای قبلی هم ما این کار زیاد کردیم دیگه، از محک دترمینان استفاده میکنیم، دترمینان اون ماتریس های در واقع پیش رو یعنی ماتریس های گوشه بالا سمت چپ اون زیر ماتریس ها، اونا اگه علامت هاشون به ترتیب مناسبی باشه این ماتریس منفی نیمه معینه، در واقع از بالا یکی در میون منفی مثبت منفی مثبت، اینجوری چک میکردیم که منفی نیمه منفی معین هست یا نه. آها اینجا حالا چون منفی نیمه معین داریم ایاتون باشه باید همه زیر ماتریس های اصلی رو چک میکردیم که کمی کار سخت‌تر بود از منفی معین، ولی به هر حال یه الگوریتم در واقع خیلی مشخصی داشت. خب اول اینو ثابت بکنیم بعد چند تا مثال هم ببینیم که چطور میشه با استفاده از این ثابت کرد تا باید چند متغیره مقرره. خب اثبات کلا اثبات های این فصل مقرر بودن مقرر مؤدب و اینا همه شبیه همه تا حدودی همش از اون تهدید به پاره خطا استفاده میکنه. باز دوباره از این طرف شروع بکنیم، اول فرض کنیم F مقرره بعد ثابت کنیم که دی دو اف ایکس منفی نیمه معین هست. خب اینو اینجوری بگیم، بگیم که باز دوباره اون اینجا فرضمون اینه که اف مقرر، پس اون تابعه های جی تی که می ساختیم که اسم می زشتیم جی ایکس و وای تی که بود در واقع F اون پاره خط بین X و Y دیگه، بکشیم این دو تا نقطه X و Y و اینم نقطه در واقع متناظر با T بود که میشد X به علاوه T در Y منهای X. این پس میدونیم مقرره، پس جی تی مقرره. خب حالا بیایم مثلا این تابع مشتق دوم رو برای جی بنویسیم، جی زگوند تی رو میخوایم حساب کنیم. این محاسبه رو هم قبلا انجام دادیم و جایی که میخواستیم مشتق دوم جهتی تابع رو حساب بکنیم، ولی حالا دوباره انجام میدیم. اگه یه بار مشتق بگیریم یعنی جی پریم تی، اینو که انجام دادیم همین الان، این میشه مشتق اف دو نقطه ایکس به علاوه تی در وای منهای ایکس ضرب میشه در وای منهای ایکس،
درسته. حالا اینجا یکم دقت نیاز داره. ما الان میخوایم دوباره از این مشتق بگیریم، این اون وقت خودش یه تابعی از تی دوباره، ولی دقت بکنیم یه ماتریس یک در انه، یعنی یه ماتریس تابعیه. برای اینکه گیج نشیم، پیشنهاد من این هست که اینو به شکل سیگمایی بنویسیم، یعنی بنویسیم سیگما روند اف به روند ایکس آی تو نقطه ایکس به علاوه تی در وای منهای ایکس ضرب در وای آی منهای ایکس آی از این مشتق بگیریم. اینجوری کارمون راحت تر، اقلا اینا دیگه تابعای معمولی هستن، تابعای ماتریسی نیستن. وقتی تابع ماتریسی باشه یکم دقت بیشتری میخواد. حالا از این که دوباره مشتق بگیریم، جیزگوند تی رو بخوایم حساب کنیم، از هر جمله این سیگما باید مشتق بگیریم دیگه. پس این سیگما روی آیه از یک تا این، پس میشه آیه از یک تا این. حالا این که تی نداره سر جاش میمونه، این قسمت تی داره. خود این وقتی از مشتق بگیریم چی میشه؟ این خودش تابع دوباره، از این تابع که تی داره میخوایم مشتق بگیریم، باز میشه مشتق زنجیره. پس خود این باز میشه یه سیگما، یعنی دقیقا سیگما شبیه اینو این بار به جای اف و بزنیم روند اف روند ایکس آی. برای اینکه اندیساشون هم قاطی نشه، اندیس جدید رو میذاریم جی. این دفعه میشه جی از یک تا این، حالا روند دو اف به روند ایکس آی روند ایکس جی میاد اینجا، و اون داخلش همونه، نقطه ایکس به علاوه تی در وای من های ایکس. به خاطر این تیه یه دونه وای جی من های ایکس جی هم ضرب میشه توش، وای جی من های ایکس جی، یه وای آی من های ایکس آی هم که اینجا داشتیم. این میشه چیز گنده تی. باز میگم عین این محاسبه رو ما قبلا انجام دادیم، فقط به جای وای من های ایکس وی گذاشته بودیم توی فصلی که میخواستیم محک مشتق دوم، در واقع شرایط مرتبه دوم رو بگیم، برای محاسبه مشتق دوم جهتی این کار رو کردیم. حالا اینو دوباره برمیگردونیم به فرم ماتریسی. کلا همچین سیگماهای دوگانه ای وقتی داریم، اینا رو به این شکل میشه نوشت. این در واقع هست وای من های ایکس ترانسپوز دی دو اف تو نقطه ایکس به علاوه تی در وای من های ایکس، اینا ضرب ماتریسی در وای من های ایکس. پس این میشه جیزه گنده تی. در واقع این یه فرم مربعی شد دیگه. از اینجاست که سر و کله در واقع مثبت معین بودن و منفی معین بودن پیدا میشه. پس حالا چون ما گفتیم جی تی مقهره، پس این کوچیک‌تر مساوی صفره. پس اینجوری بگیم پس برای هر وای، برای هر ایکس و وای، در واقع این جیزه گنده تیه باید کوچیک‌تر مساوی صفر باشه. حالا اگه اسم اینو بذارید وی، وای من ایکس رو بذارید وی، این دقیقا همون رابطه تی هم دیگه بذاریم صفر، تی هم بذاریم صفر، تی بذاریم صفر که این نقطه دیگه بشه دی دو اف ایکس در وی کوچکتر مساوی صفر. و این چیه؟ دقیقا تعریف منفی نیمه معین بودن در واقع برای هر ویه دیگه. این منفی نیمه معین بودن تابع ماتریس هسیان هست. پس یه طرف قضیه ثابت شد، اگر اف مقهر باشه ماتریس هسیان باید منفی نیمه معین باشه. خب اون طرفش هم مشابهه، شاید لازم نباشه محاسبات جدیدی انجام بدیم، همین شاید کافی باشه. برای اون طرفش فرضمون اینه که، در واقع اون طرفش از اینجا شروع میشه، فرضمون اینه که این منفی نیمه معینه. خب بعد ویو میذاریم ایکس وای منهای ایکس، در واقع از این به این میرسیم. پس جیزگوند تی کمتر مساوی صفره، پس جی مقهره، در واقع از این میرسیم به این که جی مقهره، از این که جی مقهره هم میرسیم به این که اف مقهره. همه محاسبات پس برگشت پذیر بودن اینجا. خیلی خوب، پس این قضیه هم ثابت شد. و این همونطوری گفتیم دیگه راه بسیار ساده‌ای برای چک کردن مقهر بودن توابع در اختیار ما میذاره. برای محدب بودن هم کاملا مشابه، اف محدبه اگر تنها اگر این
مثبت نیمه معین باشه برای هر ایکس. خیلی خوب، یه 5 دقیقه استراحت کنیم و بیایم ادامه بدیم. خوشبختانه امروز هم زوم با ما مهربون بوده و هنوز قطعمون نکرده، در نتیجه اینو وصل نگه داریم که با همون مهربون بمونه. پس 5 دقیقه دیگه میبینیم. خب یه چند تا مثال قرار شده حل بکنیم از این. اینجا کتاب همین محک مشتق دومو گفته، اینجا هم که اثباتش هست، اینجا هم یادآوری کرده که در واقع مثبت و منفی نیمه معین بودن رو چطوری چک میکردیم. خب به مثال دو متغیره اینجا زده، تابع f x و y این هست، x4 به علاوه x2 y2 به علاوه y4 منهای 3x منهای 8y. اینجا ماتریس هسیان رو تشکیل داده که خیلی کار ساده ایه، مشتق دوم رو نوشته اینجا و بعد برای حالا اول در واقع بهتر اول آدم مثلا وقتی میخواد مثبت نیمه معین بودن رو چک کنه، مثبت معین بودن رو چک کنه. اگه مثبت معین باشه خود به خود مثبت نیمه معین هم هست. بعد برای چک کردن مثبت معین شما n تا ماینور رو باید چک کنید، راحت تره. اینجا اومده اول همون ماینورای اصلی رو چک کرده، ماینورای اصلی پیش رو، یعنی این و این. خب این که خب بزرگتر از صفر همه جا به جز صفر و صفر البته. بعد ماینور اصلی بعدی دیگه کل ماتریسه که دترمینانش رو حساب کرده، میشه این ضرب در این منهای این ضرب در این، حساب کرده هم چیزی شده. این هم همونطور که میبینین همه درایه هاش بزرگتر مساوی صفرن و غیر از صفر و صفر بقیه جاها مثبته اکیدن. پس گفته در غیر از نقطه صفر و صفر که این اصلا مثبت معینه. خب یعنی کلا ماتریس مثبت معینه، پس مثبت نیمه معین هم هست. تو خود نقطه صفر و صفر هم که کلا ماتریس صفر میشه، صفر 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 صفر، ماتریس تمام صفر هم بالاخره مثبت نیمه معین هست، منفی نیمه معین هم هست. در نتیجه این ماتریس همه جا مثبت نیمه معین هست. وقتی مثبت نیمه معین باشه یعنی تابع محدبه، پس این تابع در واقع تابع محدبه. یه مثال دیگه زده که در واقع مثالی هست از یه تابع تولید production function، تابع xy. انتظار داریم پس مقعر باشه دیگه، چون تابع تولید باید مقعر باشن، تابع مطلوبیت هم در واقع استفاده میشه. این حسیانش چیز ساده ایه، چون درجه دو خودش حسیانش ثابت میشه درایه هاش، بنابراین حسیانش رو بنویسیم چه 0 1 1 0 و این این باید همه ماینوراش رو چک کنیم دیگه. برای چک کردن مثلا منفی نیمه معین بودن چند تا ماینور باید چک کنیم؟ ماینورای 1 در 1ش این دوتا هن، یه دونه هم ماینور 2 در 2 داره. یادمون بیاد برای محک منفی نیمه معین بودن چی بود؟ اینجا توضیح داده کتاب، از روی این یادآوری کنیم. میگفتیم که یه ماتریس H منفی نیمه معینه اینجا، اگر همه 2 به توان n منهای 1 ماینور اصلیش رو که بگیریم، اونایشون که مرتبهشون فرده کوچیک‌تر مساوی 0 باشن، اونایی که مرتبهشون زوجه بزرگتر مساوی 0 باشن. چرا 2 به توان n منهای 1 یادمون بیاد؟ به خاطر اینکه هر زیر مجموعه از سطر رو بگیریم، همون ستونای متناظرش هم بگیریم، این یه ماینور اصلی میشد دیگه. چون تعداد زیر مجموعه های ناتوهی 2 به توان n منهای 1ه، پس 2 به توان n منهای 1 ماینور اصلی رو باید چک کنیم. اونایی که مرتبه فردن کوچیک‌تر مساوی 0، اونایی که مرتبه زوجن بزرگتر مساوی 0. حالا اینجا الان چون ماتریسمون 2 در 2 همش 3 تا ماینور رو باید چک کنیم. ماینورهای مرتبه 1 اینان که خب 0ن. درجه کوچیک‌تر مساوی 0 هم هستن. ماینور مرتبه دوم در واقع منفی 1 میشه، بنابراین ماینور مرتبه دوم منفی میشه، پس شرط منفی معین بودن رو نداره، بنابراین مقعر نیست. من اولش فکر کردم مقعره ولی مقعر نبود. یه تعمیمی از این وجود داره که تو مثالهای بعدی میبینیم که
کی تا وای به شکل x به توان a وای به توان b مقرر میشن. اینو شرط رو نداره. بنابراین دی دو اف اینجا نامعین شد. پس اف نه محدبه نه مقرر. خب مثال بعدی اینه. حالا این توضیح اولش رو کاری نداشته باشین، مهم نیست. تابع جی رو در نظر گرفته، x به توان 1/4 y به توان 1/4. این تابع دوباره ماتریس هسیانش رو تشکیل داده، دوبار مشتق گرفته، همچین چیزایی شده. مشتق گرفتنش راحته، خودتون میتونید چک کنید ببینید که همین میشه. متأسفانه فقط دامنه جی رو اینجا مجبوریم محدود بکنیم به x و y بزرگتر از 0. چرا؟ چون تو خود صفر و تو عدد تو عدد منفی که خب اصلا این تعریف نشده، عدد منفی به توان 1/4 تعریف شده نیست. تو خود صفر هم تعریف شده هست، صفر میشه، ولی مشتق پذیر نیست. مثلا مشتق x به توان 1/4 تو خود صفر میشه، در واقع x به توان 1/4 مشتقش میشه 1/4 x به توان منفی 3/4. چون توانش منفیه در x مساوی 0 تعریف نشده، یعنی در x مساوی 0 خلاصه اینا مشتق پذیر نیستن. پس بعد دامنه این g رو بگیریم x و y های اکیدن بزرگتر از 0، که خب x و y های بزرگتر از 0 یه مجموع محدب تشکیل میدن، یعنی مجموعه x و y هایی که x بزرگتر از 0 y هم بزرگتر از 0 میشه، در واقع این 1/4 صفحه دیگه مجموع محدبه. این میتونه U ما باشه و G هم از U به R تعریف شده است، هیچ مشکلی نداره. G X و Y از X به توان 1/4 Y به توان 1/4. اما توی خیلی از مسائل که مثلا تابع مطلوبیت داریم، تابع تولید داریم، یا هر چیزی که پارامترها باید منفی نباشن، این ناحیه دامنه همچین شکلی میشه، میشه در واقع به اصطلاح میگن کنج مثبت، کنج مثبت توی آره. حالا هسیان رو تشکیل داده اینجا، بعد باید چک کنیم که این مثبت نیمه معین هست، منفی نیمه معین هست یا هیچ کدوم نیست. ماینورا رو باید چک کنیم دیگه. گفته که ماینور اصلی پیشرو این که منفیه، شده منفی 3/16 در این. ماینور اصلی بعدی اینه دیگه، کل ماتریسه که اینو حساب بکنید، این حساب کرده شده 128 x توان منفی 3/2 y به توان منفی 3/2 که این مثبته، چون x و y مثبت گرفتیم دیگه. پس ماینور اولی منفی بود، دومی مثبت بود، دیگه لازم نیست بقیه ماینور رو چک کنیم چون ماتریس منفی معین شده هستن، یعنی نگاتیو دفینیت هستن، بنابراین پس نگاتیو سمی دفینیت هم هست و در نتیجه جی تابع کانکیو میشه، تابع مقعر میشه. آر مثبت به توان 2 همون دامنه چیز دیگه، اینجا آر مثبت به توان 2. خب اینجا حالا اومده اینو در حالت کلی گفته، تابعی به شکل XAYB که اینا تابعی هستند که زیاد به عنوان تابع مطلوبیت استفاده میشن، بهشون میگن تابعی کاپ داگلاس، که دوباره حسیان اینا رو راحت میشه حساب کرد، نسبت به A و B مشتق میگیرید، همچین عبارتی میشه. این تعمیم مثال قبلیه دیگه، A و B رو بزنید 1/4 قبلی به دست میاد. پس اینجا فقط فرض میکنیم که A و B بزرگتر از 0 باشن، آبی بزرگتر از صفرن. اینجا یو ایکس و وای تعریف شده، ایکس به توان آ وای به توان بی، ایکس و وای هم بزرگتر از صفرن، یعنی این یو دوباره از آر مثبت به توان 2 به آر تعریف شده. ماتریس هسیان رو تشکیل داده، دوباره بیاییم ماینورا رو چک کنیم. خب این ماینور گوشه ای آ در آمنهای 1، ایکس به توان آمنهای 2، وای به توان بی. این x و y که مثبت هستند، در نتیجه این مثبته، هیچی. پس a در آمنهای 1 مثلا برای اینکه مقعر باشه، a در آمنهای 1 باید کوچکتر مساوی 0 باشه، یه شرط ضریبه. بعد ماینور کلیش هم حساب کرده، یعنی این ضرب در این
منهای این ضرب در این که اون ایکس و وای رو فاکتور گرفته، حاصل بعد یه آ بی و آمنهای بیونهای یکم فاکتور گرفته، هم چیزی شده، حاصلش شده این آ بی در یک منهای آ منهای بی، اینم با بزرگتر از صفر باشه. آ بی در یک منهای آ منهای بی با بزرگتر از صفر باشه. خود اون یکی ماینور مربوط به بی هم میتونه بگه دیگه، یعنی این یکی ماینور این مرتبه اول پایینی، اینم باید کوچیک‌تر مساوی صفر باشه برای اینکه منفی نیم معین باشه. این شرط ها در واقع ببینیم راجع به آ و بی به ما چی میگن. چون فرض کردیم آ به بزرگتر از صفرن، از این نتیجه میشه که آ کمتر مساوی یک، از این هم نتیجه میشه که بی هم کمتر مساوی یک. بعد آبی که مثبتن این حذف میکنیم، بعد از این نتیجه میشه که آب علاوه بی هم کمتر مساوی یک. بله دیگه، چون یک منهای آب آمن های بی باید بزرگتر از صفر باشه. پس در واقع برای هر آبی که این شرط ها رو داشته باشن، البته بزرگتر مساوی صفر باشن، بزرگتر اکید از صفر باشن بنویسیم، هر آبی که این شرایط داشته باشن، این تابع کاب داگلاس چیه؟ مقعر میشه. حالا برای مثلا محدب بودنش هم دیگه میتونید چک کنید. مثلا اگر آبی هر دو بزرگتر از یک باشن، البته نمیشه اصلا محدب بشه. میدونید چرا؟ چون اگه این بخواد بزرگتر از صفر باشه، این هم بزرگتر از صفر باشه، آبی باید بزرگتر از یک باشن. در نتیجه این اون وقت منفی میشه. یعنی هیچ وقت محدب نمیتونه باشه. اگه مقعر نباشه در واقع نه محدب نه مقعر، نامعین میشه حسیانش. خب این هم یک مثال دیگه که دیدیم. خیلی خوب. دیگه نکته خاصی این بخش نداره. ببینید یادآوری میکنم برای چک کردن نیمه معین بودن پیشروها کافی نیستن. همه ماینورا رو باید، همه ماینورای اصلی رو باید چک بکنیم. ولی اگر پیشروها رو چک کنیم و اونا اکیدن مثبت یا منفی باشن، دیگه لازم نیست بقیه رو چک بکنیم. اما اینجا چون برای همه آبا داریم بررسی میکنیم، برای اطمینان در واقع این ماینور اصلی رو هم چک کردیم. پس کلا برای بحث تقعر توابع، چون منفی نیمه معین بودن مهمه، باید همه ماینورا چک بشه در عمل. مگه شانس بیارید ماینورای اصلی کارتون رو را بندازه، یعنی دیگه ماینورای اصلی مشخص کنه که منفی معینه، دیگه لازم نباشه برین سراغ سایر ماینورا برای منفی نیمه معین. ولی اگه یکی از مثلا ماینورای اصلی پیش رو صفر بشه، اون وقت شما مجبورید همه ماینورا رو چک بکنید. اینجا چون ممکن بود صفر بشه مثلا وقتی آ مساوی 1 میشد، در نتیجه ما اینم چک کردیم. خب اینم از این. فصل بعدی یه سری ویژگی های در واقع توابع مقعر رو میگه که ما فکر کنم بتونیم یکیشون رو الان بگیم. یکیشون هم که بحث جلسه بعد مربوطه بذاریم، همون جلسه بعد بگیم. بله، چون در واقع عملا هم اشاره کردیم، خیلی نکته دیگه نداره. ببینید شکل توابع محدب و تو حالت در واقع چند متغیره وقتی بکشیم، معلومه چه شکلی میشه دیگه، همه یه شهود خوبی نسبت بهشون داریم دیگه. این شکلی باید یه حالت برآمده‌ای داشته باشه به این صورت. این هم از اون طرف این شکلی. همونطور که انتظار داریم، اگه تابع مقعر باشه مثلا نمیتونه دو تا ماکسیموم موضعی داشته باشه. مثلا یه همچین تابعی هرگز نمیتونه مقعر باشه دیگه. تابعی که نمودارش همچین شکلی داشته باشه نمیتونه تابع مقعر باشه. و
در واقع خیلی ویژگی بهتری دارن اصلا تا اول موقع. هر اگه شما یه ماکسیموم موضعی براشون پیدا کنی، اون یه ماکسیموم مطلقه حتما براشون، یعنی یه نقطه ای که به صورت لوکال در واقع به صورت موضعی ماکسیموم باشه، این به صورت سراسری ماکسیموم رو کل دامنه، دامنش هر چی که میخواد باشه. فقط یادمون باشه که دامنه تاب موقع هر چیه حتما یه مجموعه محدبه دیگه، مثلا یه همچین ناحیه یا کل آر ان هرچی. این تصویر شهودی ما. حالا چرا این درسته؟ با استفاده از تعریف تعاوی مقهر ببینیم که این چرا درسته. ببینید اول باز هندسی شو بگم بعد بریم جبری شو بگیم. فرض کنید این یه نقطه بحرانی تابع مقهر باشه، یعنی یه ایکس صفری باشه که دی اف ایکس صفر شده صفر. وقتی این نقطه در واقع یه ماکسیموم موضعی باشه، با فرض اینکه البته یه نقطه درونی دامنه تابه هم باشه، این فرض کن دامنه تابه باشه یو باشه، بنابراین اف ما الان از یو به آر هست. با فرض اینکه این ایکس صفر یه نقطه درونی باشه، مثلا اینجا در واقع این ایکس صفر دیگه اون بالای اف ایکس صفر، با فرض اینکه این x صفر نقطه درونی باشه، اگر بخواد ماکسیموم موضعی باشه پس مشتقات جهتیش همه باید صفر باشن. پس اگر شما به هر راستای خاص تهدیدش بکنی، مثلا یه راستای خاص اینجا در نظر بگیریم روی این خط، اون بالا وقتی روی این راستا نگاه بکنی یه منحنی میشه رو نمودار F دیگه. میدونیم که چون F و مقعر فرض کردیم، تهدیدش به اون راستای خاص هم مقعره دیگه، طبق ویژگی که دیدیم. و در اینجا شما یه تابعی متغیره داری، اگه زوم کنی رو اون تابعی متغیره، شما یه تابعی متغیره داری که توی نقطه مشتقش صفر شده. پس کافیه باز دوباره در واقع مسئله رو تونستیم کاهش بدیم به تابعی متغیره. کافیه بگیم یه تابعی متغیره اگه توی بازه تعریف شده باشه و توی نقطه درون اون بازه مشتقش صفر بشه، اونجا ماکسیموم مطلقه. که اینم واضحه به دلیل اینکه چی؟ وقتی شما تابع مقعر داری یه متغیره، مشتقش نزولیه. وقتی تو این نقطه اف پریم صفره، تو نقاط بعد از این چون اف پریم چون مشتق نزولیه، اف پریم باید کوچیک‌تر مساوی صفر باشه، و تو نقاط قبل از این باز چون اف پریم نزولیه، اف پریم باید بزرگ‌تر مساوی صفر باشه. پس تو تیکه قبل از این نقطه x صفر، تو این تیکه تابع صعودیه، تو این تیکه تابع نزولیه، و این دقیقا یعنی این که x صفر ماکسیموم مطلقه دیگه. این قبلش صعودیه، پس f x صفر در واقع یه y اینجا بگیری، f y کمتر مساوی f x صفر. از طرفی بعدش نزولیه، پس یه y اینجا بگیری، اف وای دوباره بعد اندفعه کمتر مساوی اف ایکس باشه. یعنی در دو صورت اف وای کمتر مساوی اف ایکس میشه. پس یه جور اثبات الان برای این قضیه ارائه کردیم. بذار بنویسیم قضیه. اینه این قضیه 21.6. خب اگر در واقع مشتق اف تو نقطه ایکس صفر صفر باشه، و اینجا یه فرضی کرده به طور ضمنی، خود به خود فرض کرده x0 یه نقطه درونیه. چجوری این فرض رو کرده؟ فرض کرده دامنه باز باشه. پس اینجا ما داریم فرض میکنیم u بازه. وقتی باز باشه خود به خود نقاط مرزی رو تو خودش نداره، چون نقاط مرزی الان اشاره خواهیم کرد یک دردسر کوچیکی میتونن ایجاد بکنن دیگه. وقتی u باز باشه خود به خود x نقطه مرزی نیست. اگر دی اف ایکس صفر صفر باشه، آنگاه ایکس صفر ماکزیموم مطلق است. این برای تابع مقعره، برای محدبا میشه مینیموم مطلق. خیلی ویژگی جالبیه دیگه. ببینید ما توی مثلا بهینه سازی همون غیر مقیدش هم، این به نوعی بهینه سازی غیر مقیده، تو بهینه سازی غیر مقید ما
شرط مرتبه اول که چک میکردیم، یعنی اینو که مساوی صفر میذاشتیم، یه سری کاندیدا به دست میوردیم، بعد تازه بعد میرفتیم دونه دونه چک میکردیم شرایط مرتبه دوم براش برقرار هست یا نه، که تازه اگه شرط مرتبه دوم رو چک میکردیم تازه نتیجه میشد که اونجا ماکسیموم موضعیه، مثلا باز نتیجه نمیشد ماکسیموم مطلقه. ولی ویژگی تابع مقرر، ویژگی جالبش اینه که نه، اصلا شما شرط مرتبه دوم لازم نیست چک بکنید، همون شرط مرتبه اول نتیجه میده که ماکسیموم مطلقه، منتها تابع مقرر باشه دیگه. اگه مسئلهتون ماکسیموم سازی باشه باید تابعتون مقرر باشه، اگه مسئلهتون مینیموم سازی باشه باید تابعتون محدب باشه. اثباتش هم حالا چند جور میشه گفت، یه جورش که همین جوریه که گفتیم، خب یعنی بیایم تهدید کنیم به راستاهای مختلف، بگیم تو هر راستا ماکسیموم مطلقه. اما اثباتی که کتاب گفته که از گزارهایی که ثابت کردیم استفاده میکنه و ساده هم هست اینه، یادمون بیاد اثباتش یه خطه در واقع. این رابطه رو یادمون بیاد، f y منهای f x محک مشتق اول برای مقرر بودن، f y منهای f x بزرگتر مساویه یا کوچکتر مساویه، کوچکتر مساویه دی اف x در y منهای x. اینجا x رو بذاریم x صفر، چون دی اف ایکس اف صفره این کلن صفر میشه و این رابطه هم برای هر ایکس و وای برقرار بود، برای هر وای توی یو اینو ما داریم، پس اف وای کمتر مساوی اف ایکس صفر. خیلی اثبات ساده است، اصلش همین رابطه محک مشتق اول برای در واقع مقرر بودن بود. پس خیلی ساده دیدیم که جایی که مشتق در واقع صفر بشه، مشتق مرتبه اول تابع صفر بشه، اونجا حتما یک ماکسیموم مطلق خواهد بود. بنابراین نتیجه برای تابع مقرر در ماکسیموم سازی غیر مقید نیازی به شرط مرتبه دوم نیست. این بحث راجع به غیر مقید، ما آخر این فصل راجع به مسائل بین سازی مقید با تابع مقرر صحبت خواهیم کرد. اونجا هم اتفاقی که میفته اینه که همینطور دیگه شرط مرتبه دوم نیاز نیست، فقط شرط مرتبه اول و کافیه شما چک کنید. خب اینم از این نکته. حالا یکم هم راجع به حالت خاصی صحبت کنیم که اون نقطه اکسترموم میفته رو مرز ناحیه. اینو بله. خب ببینید، حالتی که اون نقطه روی مرز باشه یکم حالت خاصی میشه، ممکنه که اونجا ماکسیموم مطلق داشته باشین شما ولی مشتق دیگه صفر نباشه. خب مثلا اگر دامنتون باز فرض کنیم مثلا همچین ناحیه‌ای باشه، این دفعه اون نقطه ماکسیموم شما اینجا افتاده باشه، تو این حالت مثلا نموداره میتونه این شکلی بشه، میتونه اونجا مشتق صفر نباشه، مثلا یه حالت چجوری بکشیمش، خیلی سخت بکشیدن این، یه حالت مایل من کشیدم، امیدوارم خوب رسونده باشم منظورمو. این الان تابعیه که روی این دامنه تعریف شده. خب حالا
یعنی اینکه مثلا کلا نمودارش مایله، تصور کنید کلا نمودارش مایله، این بالا سر نقطه x صفر، f x صفر و اینجا ماکسیموم شده تابه. اینجا با اینکه ماکسیموم شده ولی خب دقت کنید صفحه مماسش افقی نیست دیگه، خود صفحه مماسش مایله. بازم خوب نکشیدم، اینوری تر بکشم. صفحه مماس تو این نقطه باز مایله دیگه، افقی نیست. و این تناقضی هم نداره، دلیلش اینه که این نقطه X0 یه نقطه مرزی روی این ناحیه مجموعه محدب U. سوال اینه که تو همچین موقعیت هایی هم آیا ما راهی داریم که ماکسیموم بودن X0 رو تشخیص بدیم؟ یعنی در واقع اگر مجموعه U باز نباشه چی؟ اگر U باز نباشد و X0 روی مرز U باشد چطور ماکسیموم بودن X0 را تشخیص دهیم؟ در واقع این هم باز یکی از مزیت های تابع مقهره که باز میشه اینجا یه حرفی زد. تو حالت تابعی کلی، تابعی که فقط مثلا مشتق پذیر باشن، ما اگر رو مرز بود هیچی نمیتونستیم بگیم. تو مسئله بین سازی غیر مقید اصلا نقاط مرزی رو ما نمیتونستیم بررسی کنیم، فقط نقاط درونی رو میتونستیم بگیم اونجا باید مشتق صفر باشه. اما تو حالت محدب میشه راجع به اینا هم حرفی زد. دلیلش هم اینه که میتونیم کارو بکنیم. باز شما یه وای اینجا بگیرین، بذار با مثلا قرمز اینو بنویسیم، یه نقطه وای بگیریم و ایکس صفر رو به وای وصل بکنیم، ما همچنان اون رابطه رو داریم دیگه، اف وای منهای اف ایکس صفر کوچکتر مساوی دی اف ایکس صفر در وای منهای ایکس صفر. خب اگر بدونیم این کوچکتر مساوی صفر برای هر وای، به هر حال اف وای کمتر مساوی اف ایکس میشه. حالا ممکنه دیگه دی اف ایکس اف صفر نباشه، ولی یه جوری باشه که هم برای هر وای همچنان این کمتر مساوی صفر باشه. بنابراین اینو این شکلی میگیم، میگیم که قضیه اگر ایکس صفر عضو یو باشه و برای هر وای عضو یو df x0 در y منهای x0 کوچکتر مساوی 0 باشه، آنگاه x0 ماکسیموم موضعیه. این بعضی وقتا هست که واقعا این اتفاق میفته، یعنی df x0 0 نیست دیگه، ولی ضرب در هر y منهای x0ی که وای داخل ناحیه یو باشه کوچکتر مساوی صفر. در اون شرایط اون ایکس اف با اینکه نقطه مرزیه تبدیل به نقطه ماکسیموم میشه. چند تا نکته اینجا هست. ببینید نکته. اگر ایکس اف نقطه درونی باشه، اگر ایکس اف نقطه درونی باشه، بذار این شکلی بگیم. اول با بردارها بگیم. شما تو هر نقطه از مجموعه U که باشین یه سری از بردارهایی که اونجا رسم میشن به سمت داخل ناحیه U هن، یه سری از بردارها به سمت خارج ناحیه U هن. این Y منهای X0 اگر اسم رو بذاریم V، این V برداریه که به سمت داخل ناحیه U هه، به دلیل اینکه Y نقطه توی U بود. بنابراین میتونیم این قضیه رو به شکل معادلی بگیم. بذار صورت معادل، صورت معادل اگر x0 عضو u و برای هر بردار v که به سمت داخل u باشد df x0 در v کوچکتر مساوی 0، آنگاه x0 ماکسیموم موضعی. من چرا نوشتم اینجا موضعی؟ عذر میخوام، ماکسیموم مطلقه. مثلا همه بحث ما این بود که این ماکسیموم مطلقه. خب
وقتی اینجوری بنویسیم خیلی صورت قضیه ملموس‌تر میشه. چرا؟ چون این عبارت چیزی نیست جز مشتق جهتی F. مشتق جهتی F در جهت V. و این خیلی در واقع تعبیر ساده تریه. یعنی شما اصلا نمودار F رو یه لحظه فراموش کنید، فقط به دامنه F نگاه بکنید. این مثلا دامنه F، این U. این هم مثلا اون نقطه X صفر شماست. حالا میتونه رو مرز باشه یا رو مرز نباشه. داره میگه که هر راستای V که به سمت داخل ناحیه U باشه، اگه در اون راستا حرکت بکنیم مقدار F کم بشه، در لحظه اول کم بشه. خب اگر همون لحظه اول این مقدار کم بشه، چون تا به مقرره در ادامه هم کم خواهد شد و در نتیجه x ماکسیموم مطلق میشه. حالا اینجا نکته ای که هست اینه که اگر x نقطه درونی باشه، شرط بالا معادل است با df x مساوی 0. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که وقتی x نقطه درونی باشه، همه بردارا به سمت داخل یو هن دیگه، یعنی همه بردارا از یو خارج نمیشن. خب شما اگر در جهت هر برداری مشتقتون بخواید کوچیک‌تر مساوی 0 باشه، اون وقت مجبور مساوی 0 باشه. چرا؟ اون وقت چون که زیرا وی و منفی وی هر دو به سمت داخل یو هستن، پس هم باید دی اف ایکس صفر در وی کوچیک‌تر مساوی 0 باشه، هم باید دی اف ایکس صفر در منفی وی کوچیک‌تر مساوی 0 باشه، پس هر دو باید مساوی 0 باشن. و چون برای هر وی باید این اتفاق بیفته، پس کلاً دی اف ایکس صفر باید 0 باشه. یعنی این نکته رو به این دلیل گفتم که بگم برای نقاط درونی این گزاره چیز جدیدی نمیگه. برای نقاط درونی اصل مطلب همین قضیه بالایی که البته پاکش کردم، برای نقاط درونی ما همین قضیه رو داریم. نقاط درونی مجموع محدب برای ماکسیموم بودنشون شما باید چک کنید که مشتق تو اونجا صفر. اما نقاط مرزی داستانش متفاوته. خیلی هم وضعیت متفاوت و متنوعی میتونه براش پیش بیاد. مثلا ممکنه ناحیه شما یه حالت کنزل ای داشته باشه، شما ممکنه دامنه تابعتون حالت کنزل ای داشته باشه. اون وقت اگه مثلا اینجا باشین، اینجا اگر باشین، بردارهایی که به سمت داخل ناحیه ان چیا میشن؟ میشن اینا، یه زاویه 180 درجه میسازن برای شما. اگه مثلا اینجا باشین چی؟ بردارهایی که به سمت داخل ناحیه ان اینا میشه، یه زاویه کمتر از 180 درجه اینجا دارن میزنن. و به هر حال این شرط در واقع دی اف ایکس اف در وی رو شما باید برای این بردارها چک بکنید. حالا میتونه یه زاویه باشه، میتونه 180 درجه باشه، و حالا تو مسائل مختلف این ممکنه چکرنش ساده باشه یا سخت باشه. حالا خود کتاب یه مثالی زده که چکرن این ساده هست. این مثال رو با هم ببینیم و دیگه امروز رو میتونیم تموم کنیم. مثالش اینه، همین تابع کاب داگلاس رو در نظر گرفته، این دفعه دامنش رو گرفته x بزرگتر از 0 y بزرگتر از 0 بزرگتر مساوی 0 و x به علاوه y کوچیک‌تر مساوی 2. البته به نظر من باید اینجا اینا رو اکید میگرفت، چون تو خود 0 همونطور که اشاره کردیم مشکل داره، ولی چیزی که اینجا اضافه کرده اینه. اینجا مثال تابع Fش هست، x توان 1/4 y به توان 1/4، Uش هم اینجا هست، مجموعه x و y هایی که x بزرگتر از 0 y بزرگتر از 0 x به علاوه y کمتر مساوی 2. که شکل این ناحیه این شکلی میشه، میشه در واقع یه خط اینجوری باید بکشیم 45 درجه، اینجا 2 میشه نقاط
داخل این مثلث. منتها به نظر من باید این دوتا ضلع رو نذاریم توش، ولی این ضلع میفته توش. حالا اینجا میخوایم بگیم که نقطه یک و یک ماکزیمومه. تابع اف که دیدیم مقرره، با محک هسیان دیدیم مقرر هست. میخوایم بگیم نقطه یک و یک ماکزیمومه، بگیم مطلقه، ماکزیموم مطلق است کجا؟ تو این ناحیه یو. نقطه یک و یک اینجاست دیگه. ببینید شما اگر دی اف رو حساب بکنید تو نقطه یک و یک، ببینیم چی میشه. مشتق نسبت به کلا تو نقطه ایکس و وای این دیه چی میشه؟ دی اف تو نقطه ایکس و وای مشتق نسبت به ایکس میشه یک چهارم ایکس به توان منفی سه چهارم نسبت بعد در وای به توان یک چهارم. نسبت به وای میشه چی؟ میشه یک چهارم ایکس به توان یک چهارم وای به توان منفی سه چهارم. تو نقطه یک و یک خب این مقدار میشه یک چهارم و یک چهارم. برها صفر نمیشه. با اون در واقع قضیه اول نمیتونیم بگیم، بگیم مثلا مشتقش صفر پس ماکسیموم مطلقه، چون اینجا مشتق صفر نشده. خب ولی اتفاق جالب اینه که با اینکه صفر نشده تو خود این ناحیه آبی رنگ این ماکسیموم مطلق میشه. برای اینکه اینو چک کنیم کافیه گفتیم چی رو چک کنیم؟ باید بگیم برای بردارهایی که به سمت داخل ناحیه هستن این رابطه برقراره که دی اف یک و یک در وی کوچکتر مساوی صفره. حالا یه صورتش این بود. یه صورت دیگهش که کتاب فکر کنم با این گفته اینه که برای هر نقطه ایکس و وای تو ناحیه این رابطه برقراره. کافی است ثابت کنیم. پس بذار یه راست من همون صورت رو بنویسم. برای هر نقطه مثلا اینجا بذاریم نقطه x و y، برای هر نقطه x و y توی اون ناحیه u این در واقع df یک و یک در نقطه چی؟ این در واقع این الان نقطه مثلا x بزرگ میذارم اینو y بزرگ که با x و y کوچیک قاطی نشه، در y منهای x این چیه؟ این گفتیم که باید کوچیک‌تر مساوی صفر بشه. خب حالا اینو بنویسیم دیگه، کتاب اینجا اینو نوشته. این روند اف یک چهارم شده، اونا رو هم وای منهای ایکس هم حساب کرده. این در واقع میشه یک چهارم، یک چهارم ضرب داره وای منهای ایکس چی میشه؟ وای منهای یک، این مؤلفه‌هاش یک و یک هم دیگه، این هم ایکس منهای یک، اینو می نویسیم میشه یک چهارم x به علاوه y منهای دو. باید بگیم این کوچکتر مساوی صفره، که این به وضوح کوچکتر مساوی صفره، چون که فرضمون اینه که x به علاوه y کوچکتر مساوی دوه، پس این برقراره. پس در واقع بخوایم جمع بندی کنیم، ما دیدیم که برای نقاط درونی، برای پیدا کردن نقاط ماکسیموم درونی باید مشتق صفر باشه و در این صورت ماکسیموم مطلق میشن. برای پیدا کردن نقاط ماکسیموم مرزی یه همچین شرطی رو باید برای همه راسته های داخل ناحیه محدبمون در واقع چک کنیم. اگر این برقرار باشه بازم ماکسیموم مطلق میشه. پس نقطه یک و یک ماکسیموم مطلق شد. خب دیگه اینجا حالا اینجا توضیح میده که اصولا تو اقتصاد خیلی مهمه این ویژگی توابع مقرر، به خاطر اینکه معمولا اقتصاددانا به عنوان اصول کلی چیزایی که بیان میکنن همون شرایط مرتبه اوله. در نتیجه خیلی خوبه که نیازی به چکرن شرایط مرتبه دوم نباشه، تو اون اصول کلی برقرار باشه. مثلا مثال زده، فرض کنید اینکه مثلا حالا نمیدونم اینجا گفته بود یا نه، اون مارجینال ریت آف سابستیتیوشن یا اون نرخ حاشیه جایگزینی، این که این برابر هست با نسبت قیمت ها. آره اینجا گفته
این که این برابر است با قیمت نسبت قیمت ها یه اصل کلیه که تو خیلی از مسائل اقتصاد ما فرض میکنه برقراره. این از چی به دست میاد؟ این از مشتقگیری از یه تابعی به دست میاد. مشتق یه چیز رو صفر میذاری میشه این. پس یه نوع شرط مرتبه اوله. برای اینکه این واقعا یه شرط کافی هم باشه لازم اون تابعی که اونجا باشون کار میکنیم مقرر باشه. یا مثلا این اصل ساده که درآمد حاشیه‌ای مارجینال رونیو با هزینه حاشیه‌ای برابره. برای بنگاهی که داره مثلا تولیدش رو ماکسیموم میکنه. این که این دوتا با هم برابره ناشی از صفر گذاشتن مشتق تابع سوده و اون یه شرط مرتبه اوله. در حالت کلی این فقط یه شرط لازمه، کافی نیست. اما اگر تابع تولیدتون مقرر باشه این شرط کافی هم میشه. در خوبی تابع مقرر اینه که این اصول کلی به طور ریاضی هم صادق خواهند بود بدون هیچ استثناء و در واقع چیزی محدودیتی. حالا اینجا یه مثال ساده هم زده، گفته فرض کنیم یه بنگاهی داریم با تابع تولید جی، ورودی های ایکس و هزینه ورودی هم دبلیو آی فرض کرده، قیمت اون محصول هم پی فرض کرده. میگه اگر جی یه تابع مقرر باشه این تابع پای که به این صورت تعریف میشه این هم تابع مقرر میشه. در نتیجه اگر توی نقطه مشتق صفر بشه اون نقطه ماکسیموم مطلقه. جایی هم که مشتق صفر میشه دقیقا این اتفاق میفته. یعنی شما میتونید در واقع این روند جی به روند ایکس آی رو که یه جور میشه گفت هزینه حاشیه‌ای تولیده، یا شاید بتونیم بگیم این روند جی به روند ایکس آی چیه، در واقع داره میگه که به ازای هر واحد از ورودی آی میزان تولید شما چقدر افزایش پیدا میکنه. بنابراین عنوان درستش میشه گفت مارجینال پروداکشن، مثلا تولید حاشیه‌ای اون اینپوت آیوم میشه گفت. این داره میگه که این تولید حاشیه اینپوت آیوم ضرب در قیمت باید بشه همون قیمت اینپوت آیوم، قیمت واحد اینپوت آیوم. خیلی خوب، ما فکر کنم که اینجا متوقف بشیم. آها آره، این کار خیلی کار ساده ای نیست دیگه. این کار خیلی کار ساده، یعنی البته راجع به اونم کلی تئوری و داستان و اینها وجود داره ولی دیگه ما تو این درس بهش نمیپردازیم. درست میگین، حق با شماست. تو این مثال ما همینجوری نقطه یک و یک خودمون حدس زدیم. اگر بهمون نمیگفتن یک و یک از کجا میفهمیدیم یک و یک اون نقطه ماکسیمومی که بتونیم چک کنیم. این دیگه باشه موضوعی که برای علاقه‌مندان برن بیشتر راجبش مطالعه بکنن. میشه این کار زیادی در این مورد هم کرد. بله خب آره، من اینجا کلاس درس رو تموم میکنیم. اگر دوستانی دوست داشتن برن یه چند دقیقه در باره سوال های امتحان هم صحبت بکنیم. در نتیجه درس این جلسه تموم شده. اگر هم خواستین برین انشالله دوشنبه جلسه بعدی شما رو میبینیم. خب بریم یکم راجع به سوال های امتحان بحث کنیم. خب من اینجا سوالا رو داشتم. سولوشن ببین، من به شما قول میدم ولی ممکنه تنبلی کنم یا دیر بشه، گفتم در حد چند دقیقه اینجا ایده سوالا رو بگم که به طور کوتاه مدت مشکلتون حل بشه، ولی بعد انشالله سولوشن هم براتون میدم. اوکی خب ببینید، این امتحان ما بود، آشناه براتون. باید واقعا قبول دارین سوال 1 و 2 و 3 و 4 که خیلی ساده بودن، یعنی حد میزنم انشالله همه تون حل کردین. حالا ممکنه اگه مثلا اشتباه محاسباتی تو ما راه حل داشته باشین و اینها، ولی منظورم اینه که نکته جدیدی نداشت، واقعا این مثال های کلاس بود دیگه. سوال 1 رو شما باید با روش حذفی گاوس تبدیل به حالت بالا مثلثی بکنین، با جایگذاری حل بکنین. سوال 2 هم که قضیه تابع ضمنی بود باید اول اون وارون پذیر بودن اون ماتریس مشتقات رو چک بکنید. فقط یه نکته ای که شاید اینجا خوب باشه بگیم اینه که لازم نیست وارونی رو حساب بکنید برای حل این مسئله. ببین یادمون بیاد ما در مسئله تابع ضمنی یه تابع F داشتیم، تابعی از مثلا X1، حالا بذار همین حالت خاص رو بگیریم،
تابعی از X و Y و Z و U و V و W. خب ما میخوایم X و Y و U و V و W رو بر حسب X و Y و Z بنویسیم. این در واقع به ما میگفت که مشتق وقتی بگیریم، قضیه تابع ضمنی اینو میگفت، میگفت مشتق U و V و W به X و Y و Z میشه این منفی مشتق F به X و Y و Z یا U و V و W. بله. وارون این ماتریس ضرب داره مشتق F نسبت به X و Y و Z. خب بنابراین یه شرط لازم داشتیم که این وارون پذیر باشه. اینجا اینو چک میکنیم تو اون نقطه خاص ای که داده شده این وارون پذیر هست. میخواستم بگم حالا فرض کن سوال از ما چی رو خواسته؟ کل اینو نخواسته، سوال از ما اینا رو خواسته. ببینید این ماتریس ماتریس 3 در 3 که این شکلیه، روند یو به روند ایکس، روند یو به روند وای، روند یو به روند زد، روند وی به روند ایکس، روند وی به روند وای، روند وی به روند زد، روند دبلیو به روند ایکس، روند دبلیو به روند وای، روند دبلیو به روند زد. خب اگر شما این وارون رو حساب بکنید و ضرب بکنید کل این ماتریس به دست میاد. ولی خب سوال فقط اینو از ما خواسته و این کار ما راحت تر میکنه. وقتی ستون اول یه ماتریس رو شما بخواید به دست بیارین، کافیه چیکار کنید؟ کافیه که بیاید این رو ضرب کنید در بردار 1 0 0. یعنی کافیه این عبارت رو حساب بکنید. خب یعنی شما دنبال بردار V هستین که مساوی بشه با اسم این ماتریس رو بذاریم A، اسم این رو بذاریم B، منفی A منفی 1 B در 1 0 0. این رو دارم میگم که بگم لازم نیست A منفی 1 رو حساب کنیم. چه جوری لازم نیست؟ این A منفی 1 رو میارید این طرف، میشه A V مساوی منفی B در 1 0 0. خب این B که راحت حساب میشه، مشتقات F نسبت به X و Y و Z تو این رابطه به دست میاد. این که حساب بشه ضرب داره 1 0 0 هم میکنیمش، بعد منفیش هم میکنیم، این طرف حساب میشه. این طرف پس یه بردار ستایی میشه. حالا باید معادله آوی مساوی اون بردار رو حل بکنیم. آ هم که یه ماتریس 3 در 3، خود آ محاسبش راحته. یه دستگاه معادله داریم آوی مساوی بردار ستایی، اونو حل میکنیم. ولی به هر حال اگر هم با وارون رفته باشین باز درسته، ولی این کار رو راحت تر میکنه این ایده. خب سوال 3 و 4 هم که واقعا عین مثالایی که لاس بود دیگه. اینجا باید مشتق بگیرین، صفر بذارین، بعد ماتریس حسیان رو حساب بکنید و اینها. این هم که یه مسئله کانتاکر ساده بود. حالا باز راجع به اینا سوالی هست بپرسین، اشکال نداره، جلسات بعدی هم میتونید بپرسین. ولی در واقع شاید سوالات سخت آزمون 5 و 6 و 7 بود، اینا هم خیلی سخت نبودن. سوال 5 رو بگم، سوال 5 سوال محاسباتی بود، خیلی نکته نداشت. بعد از قضیه تابع ضمنی در واقع یه بار دیگه از تابع ضمنی مشتق میگرفتیم. داره میگه که ما الان روند F به روند در واقع روند Y به روند X رو ما داریم. روند Y به روند X طبق قضیه تابع ضمنی میشه منفیه روند F به روند X تقسیم بر روند F به روند Y. خب منتها همه اینا تو نقطه X0 و Y0 داره حساب میشه دیگه. در نتیجه این هم من بنویسم. خب حالا اگه ما بخوایم یه بار دیگه از این مشتق بگیریم، لازمه که دیگه فقط تو نقطه x0 و y0 نباشه، یعنی همه اینا تو نقطه x و y دلخواه باشن. بعد اینو برای هر x و y دلخواه بنویسیم. خب حالا میخوایم یه بار دیگه از این مشتق بگیریم، یعنی دوباره روند روند x بگیریم که بشه روند y به روند x2 تو نقطه x. بنابراین این میشه چی؟ باید از یک کسر مشتق بگیریم. میشه منفیشو بذاریم، مشتق صورت در مخرج، یعنی روند به روند x روند f به روند x تو نقطه x و y ضرب در مخرج روند f. خیلی اینجا بذار برای اینکه محاسباتمون رو ساده کنیم من نماد چیز به کار ببرم، f x و f y. f x یعنی مشتق نسبت به x. حالا روند و وای روند ایکس چی میشه؟ میشه دوباره از اینا داشتیم مشتق میگرفتیم، مشتق صورت
نسبت به x. به من مشتق نسبت به x رو باید با دقت حساب بکنیم. الان توضیح میدم چرا. چون خود y تابعی از x. مبدأ مخرج این هم تو نقطه x و y. منهای مشتق مخرج در صورت یعنی روند روند x f y x و y در f x x و y تقسیم بر مخرج به توان دو f x x و y به توان دو. حالا ما فقط این دوتا رو اگه ساده کنیم دیگه مسئله حله. فقط تو این باید دقت کنید که y خودش تابعی از x y تابعی از x. پس تو محاسبه این ما باید از چی استفاده کنیم؟ از مشتق زنجیره‌ای استفاده کنیم تو محاسبه این. این محاسبهش که بکنیم میشه یه بار مشتق fx نسبت به آرگومان اولش که هست fxx. دیگه من x و y شو نمی‌نویسم. به علاوه بعد مشتق fx نسبت به آرگومان دومش که هست fxy ضرب در مشتق y نسبت به x. اینجا دوباره می‌نویسیم روند y به روند x. که این روند y به روند x رو می‌تونیم به جاش همین اینو بذاریم. بنابراین به جای این می‌ذاریم چی؟ منفی fx به fy. این چی میشه؟ این هم میشه مشابه همون fxy آرگومان نسبت به آرگومان اول به علاوه نسبت به آرگومان دوم میشه fyy در دوباره منفی fx به fy. این دوتا رو جایگذاری کنید و اینا یه عبارت نسبتا طولانی میشه بر حسب مشتقات جزئی و به این صورت به دست میاد. خب این از این. سوال 6 هم این سوال 6 یه طرفش سوالش خیلی ساده بود. اونم اینه که اگر اگر آ مثبت معین باشه دترمینانش نامساوی صفره. خب این که واضحه چون که یکی از اون ماینورایی که باید مثبت باشه همون دترمینان کل آ دیگه. اون طرفش ولی نابدیهی بود. برای اون طرف الان ما باید اینو ثابت بکنیم. یعنی ما الان یه دونه ماتریس آ داریم که مثبت نیمه معینه. یعنی چی مثبت نیمه معینه؟ یعنی برای هر وی وی ترانسپوز آ وی بزرگتر مساوی صفره. میخوایم بگیم که دترمینانش هم نامساوی صفره. دترمینانش هم نامساوی صفره. این فرضه. حکم چیه؟ حکم اینه که وی ترانسپوز آ وی برای وی آی نامساوی صفر اکیداً بزرگتر از صفره. خب این اثباتش اینجوریه. اینجوریه که چطور ما باید بتونیم در واقع ما خواهیم این با برهان خلف بریم. برهان فرض خلف کنیم. فرض خلفمون اینه که یه وی باشه نامساوی صفر ولی وی ترانسپوز آ وی مساوی صفر باشه. بعد ثابت میکنیم چی؟ ثابت میکنیم آ وی مساوی صفره و این ما رو به تناقض میرسونه. چون ماتریسی که دترمینانش ناصفر باشه نباید هیچ وی ناصفری پیدا بشه که آ وی مساوی صفر بشه. چون ماتریس هم مربعیه دیگه. و با در واقع تتا مساوی صفر به تناقض میرسیم. خب حالا اینو چجوری ثابت میکنیم؟ ببینید چون ما برای هر وی این رابطه رو این رابطه رو داریم تو این وی خاص مثلا بیا وی رو به علاوه دبلیو بکنیم. وی به علاوه دبلیو ترانسپوز آ وی به علاوه دبلیو اینم باید بزرگتر مساوی صفر باشه دیگه. دانیم به جای وی اینجا گذاشتیم وی به علاوه دبلیو. و این نکتهش اینه که الان وقتی اینو باز بکنید چهار جمله میشه. وی ترانسپوز آ دبلیو، دبلیو ترانسپوز آ وی، بعد ببخشید یه دونه وی ترانسپوز آ وی هم داره به علاوه دبلیو ترانسپوز آ دبلیو. درسته؟ این باید بزرگتر مساوی صفر باشه. خب این که صفره طبق فرض خلف ما این بس صفره. حالا اینجا یک در واقع کلکی ما میزنیم. اینجا شما اگر یه اپسیلون اضافه بکنید اینجا اون اپسیلون میاد اینجا و اینجا اون اپسیلون دو میاد در واقع اینجا. من اینو
به شکل اپسیلون رو بنویسم، که از نظر هندسی هم معناش اینه که ما داریم در جهت یه بردار دبلیو یه ذره حرکت میکنیم. خب ما داریم که این بزرگتر مساوی صفر برای هر دبلیو و هر اپسیلون. خب حالا یه اپسیلون از این ساده بکنید، یه اپسیلون که ساده بکنید میشه وی تی آ دبلیو به علاوه دبلیو تی آ وی، این دوتا به علاوه اپسیلون دبلیو تی آ دبلیو، این بزرگ تماسای صفره. اگه برای هر اپسیلون این بخواد بزرگ تماسای صفر باشه، خب اپسیلون رو به صفر میل بدیم، این قسمت صفر میشه، بنابراین این باید بزرگ تماسای صفر باشه، وی تی آ دبلیو به علاوه دبلیو تی آ وی بزرگ تماسای صفر. اما نکته که هست اینه که این دوتا با هم مساوی هن. اگه گفتین چرا؟ چون که اینا عددن، یه عدد در واقع با نه بذار اینو اینجوری بگم. ببین الان برای هر W این رابطه رو ما داریم که این بزرگتر مساوی صفر. آه حالا اینجا چیکار میکردیم؟ آه از متقارن بودن استفاده میکنیم. آره ببین از متقارن بودن آ استفاده کنیم، ترانسپوز این میشه، این وقتی شما از این ترانسپوز بگیریم میشه W ترانسپوز آ ترانسپوز V، و چون آ ترانسپوز با آ برابره این با این مساویه، پس میتونیم بگیم این برابر دو برابر اینه، پس دو تا W ترانسپوز آ V. پس برای هر W W ترانسپوز آ V باید بزرگتر مساوی صفر باشه. خب حالا چون برای هر W برای منفی W هم باید باشه دیگه، منفی W ترانسپوز آ V هم باید بزرگتر مساوی صفر باشه. حالا وقتی دو تا یه چیز و منفیش بزرگتر مساوی صفر باشن، پس برای هر W باید W ترانسپوز آ V صفر باشه، و ماتریسی که در واقع برداری که ضرب در هر بردار دیگه صفر بشه مجبور خودش صفر باشه، پس آوی باید صفر باشه، که این همون چیزیه که میخواستیم بهش برسیم، آوی مساوی صفر و در نتیجه با دتا مساوی صفر به تناقض میرسیم. خیلی البته اثبات ساده ای نبود قبول دارم، ولی همونطوری گفتم در واقع هدف از دادن سوال این بود که تلاش شما در مسیر اثبات رو ما ببینیم و بر اساس اون به شما نمره بدیم. و اما درباره سوال کلاس داره شروع میشه. خیلی خوب، در حد دو دقیقه ایده اینم میگم که برین به کلاس بعدیتون برسید. ببینید این سوال رو در واقع از این جهت جدید بود که مفهوم مستاد معین بودن رو به جای اینکه برای مشتق دوم یا حسیان به کار ببره، برای خود مشتق به کار برده. منتها این بار اون تابعی که مشتق میگیریم ازش RN به RNه، در نتیجه مشتقش اتوماتیک چی میشه؟ یه ماتریس N در N میشه و معنی داره مثبت معین بودن. منتها چون ماتریس مشتق یعنی ماتریس جاکوبی لزوماً دیگه متقارن نیست، مفهوم مثبت معین رو اومدیم قسمت متقارن بودنش رو کنار گذاشتیم، گفتیم شبه مثبت معین، فقط این رابطه قراره برقرار باشه. این ایده این سوالم بگم، بعد حالا توی راه حل مکتوبی که میدم راه حل کامل هست. ما میخوایم ثابت کنیم f x نامساوی f y، اگه x نامساوی y باشه. ایدهش اینه، میایم میگیم f y منهای f x در y منهای x ترانسپوز، این ثابت میکنیم مثبته. خب حالا چجوری اینو ثابت میکنیم مثبته؟ در واقع میایم میگیم که همین اگر پاره خط ایکس وای رو پارامتری بکنیم، جی تی رو بگیریم اف در واقع ایکس به علاوه تی در وای منهای ایکس، همون محاسبه که تو این جلسه انجام دادیم، در واقع جی پریم تی رو شما حساب بکنین، جای فقط یه مشتق کافیه بگیرین، جی پریم تی رو حساب بکنین، ها اون وای منهای ایکس ترانسپوز هم من بذارم، جی پریم تی رو حساب بکنید دیگه، اینو خودتون چک کنید، میشه وای منهای ایکس ترانسپوز دی اف وای منهای ایکس، و طبق فرض مسئله این بزرگتر از صفره، پس جی سعودیه. وقتی جی سعودی باشه جی یک بیشتر از جی صفره دیگه. حالا جی یک چی میشه؟ جی یک میشه این
جی اس اف هم میشه این، یعنی این در واقع جی یک منهای جی اس اف. پس خلاصه اف یک به یکه و خسته نباشین، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، بریم به کلاس بعدیتون برسیم. بفرمایید بفرمایید. بله بله در مورد همین سوال این مشکل بله سر من میشنویم. بله بله بفرمایید. این بود که ما هیچ جایی توی جزوه بتونیم بخش کتاب بخش 15-5 اصلا راجع به تابع اندرن یک به یک و پوش اصلا صحبت نکرده. آره من درسته خودم درسته. تاودی جلو رفتم، بله تاودی جلو رفتم، بعد ثابت کردم که تمام درایه های روی قطر اصلی آها باید درسته مثبت باشن. درسته بعد بله نمیدونستم که این چجوری به یک به یک بودن ربطش کردم، متوجهم درسته. بعد هم که فکر کردم آره درسته. ببینید درسته، ما تو درس اصلا ابزار خاصی برای یک به یک بودن نگفته بودیم دیگه، ولی خب خود همین راهنمایی بود که شما پس از ابزار خاصی لازم نیست استفاده کنید، از خود تعریف یک به یک بودن باید استفاده کنید. البته قبول دارم دوز ابتکاری این سوال خب زیادتر از سوالای دیگه بود، ولی به هر حال تلاش های شما بی اجر نخواهد بود. بله بله در نظر میگیریم همون تلاشی که رو برگه کردین، مثلا همین نکته که ثابت کردین خب نکته مثبتیه، یعنی ثابت کردین درایه ماتریس مثبته، به هر حال در همون حدی که در راستای حل سواله. بله یه قدم دیگه میرفتم جلو ثابت میشد که دی اف یک به یک بعد از اون قضیه که دو بخش 15 5 هست برای در این وقت که اف هم به صورت محلی یک به یک از بله قضیه تابع وارون، این هم درسته، یعنی یه ورژن ضعیفتری رو میتونستید اینجوری ثابت کنید، حداقل به صورت موضعی اف یک به یک میشد. بله این تلاش خوبی بوده، این به نظر من به هر حال کامل حل نکرد این سوالو، ولی تلاش خوبی بوده. ولی خب چون ما حقیقا نخونده بودیم، من خودم نخونده بودم اون بحث رو، چون آخه اصلا با اون کامل حل نمیشه، یعنی اصلا منظور این سوالم استفاده از قضیه تابع وارون نبوده، در نتیجه اگر اونم کامل میگفتین نمره کامل که نمیگرفتین، اما به هر حال گام های اثبات و کم و بیش همه رو دیده بودیم در درس، ولی به هم چسبوندن اینها لزوما کار ساده نیست، ولی به هر حال تا هر جایی که این کار کرده باشین به هر حال همون مقدار هم نمره میگیریم. این دیگه سوال سخت امتحان بوده، به هر حال در نظر داشته باشیم، قرار نیست که همه سوالا رو حل بکنین اینجوری که دیگه فایده نداره، اصلا امتحان بالاخره یه سوالی هم باشه حل نکنین دیگه آخه. خیلی خوب باشه، موفق باشین، سلامت باشین.